دولت آمریکا برای محدود کردن شیوع و ورود ویروس کرونا به خاک ایالات متحده، حالا بریتانیا و ایرلند را هم به لیست ممنوعیت پرواز کشورهای حوزه شنگن به ایالات متحده آمریکا اضافه کرده. پزشک کاخ سفید هم خبر داده جواب آزمایش کرونا رئیس جمهوری آمریکا منفی است و به این ترتیب پرزیدنت ترامپ به کرونا مبتلا نشده. گمانه‌زنی‌ها درباره ابتلای آقای ترامپ به کرونا چند روز پس از آن مطرح شد که او با رئیس جمهوری برزیل دیدار کرده بود. نتایج آزمایش عده‌ای از همراهان رئیس جمهوری برزیل برای دیدار با آقای ترامپ مثبت اعلام شده. اجازه بدید که با سینا علی‌نژاد صحبت بکنیم، خبرنگار ما از لس آنجلس. سینا، از آمریکا برامون بگو. به هر حال به نظر میرسه که دولت ایالات متحده آمریکا داره تمهیدات تازه‌ای رو میاندیشه برای مقابله با شیوع این ویروس. سلام علی. اول از آمارها شروع کنم که آمار ابتلا حالا در 49 ایالت، در واقع از 50 ایالت تقریبا همشون رو شامل میشه، به 2500 نزدیک شده و آمار مرگ هم به 53 نفر رسیده. و بحث تازه و داغ در امریکا ظرفیت بیمارستان هاست و چالشی در این زمینه وجود داره، به خصوص بعد از اینکه دیدیم ایتالیا علیرغم داشتن یک نظام قدرتمند بهداشتی، خیلی از کسانی رو که دچار مشکلات شدید تنفسی هستن مجبور رد کنه چون ظرفیت ها پر شده. و مشکلی که ممکنه در امریکا هم تکرار بشه، گفته میشه فعلا اگر ده ها هزار نفر به تعداد مبتلایان ناگهان اضافه بشه اون ظرفیت وجود نخواهد داشت. برای همین تازه‌ترین گزارش ها در روز شنبه نشون میده که بیمارستان ها دارن در کنار اتاق های اورژانس تریاژ های موقتی برپا میکنن و ایجاد میکنن. و در این حال دکتر آنتونی فاوچی که مدیر مؤسسه مرکز بیماری های واگیردار آمریکا است، گفته نقطه اوج هنوز نرسیده و بنابراین اوضاع مسلما بدتر از این خواهد شد، به خصوص در مورد افرادی که از لحاظ بهداشتی سلامتی آسیب پذیرن. هشدار داده که تعداد آمار مرگ بالا خواهد رفت. از طرف دیگه کاخ سفید بعد از یکی دو روز که خبرنگارا فشار آوردن که آقای ترامپ بعد از اینکه در فلوریدا دیداری داشت با یک هیئت برزیلی و بعدا معلوم شد که دو سه نفر از اعضای اون هیئت مبتلا هستن، تست کرونا میدی یا نه، آقای ترامپ موافقت کرده، جمعه شب تست دادی که امروز کاخ سفید اعلام کرد که تست منفی بوده. در داخل سیاستهایی که اشاره کردی حالا به بریتانیا و جمهوری ایرلند اضافه شده، علاوه بر اون 26 کشور شنگن که قبلا تو این فهرست قرار گرفته بودن و از روز دوشنبه در مورد این دوتا اعمال خواهد شد که البته مقامات تاکید کردن شامل حال گرین کارتی ها و شهروندان آمریکا نخواهد بود. و اینها البته در کنار اقدامات ایالتی هست، مثلا در 7-8 ایالت حالا بسیاری از مدارس پذیرش شده. در خود کالیفرنیا 1 میلیون دانش آموز برای حداقل 3 هفته تعطیل خواهند بود. سینا، در آستانه یکی از حساس ترین انتخابات دورهای انتخاباتی ریاست جمهوری هستیم. انتخابات در آمریکا پر از جنب و جوش، پر از مراسم، پر از کارزارهای مختلف است. چه تأثیری گذاشته شیوع این ویروس و ابتلای حجم گستری از مردم بر این کارزارها و مراسمهایی که برگزار میشه معمولا؟ در درجه اول کل انتخابات تحت تاثیر قرار گرفته، به معنی که آقای ترامپ برای اولین بار با یک بحران خیلی جدی در داخل بعد از 3 سال ریاست جمهوری روبروست و مسلماً این که او چطور این بحران رو مدیریت میکنه بر شانس پیروزیش اثر میذاره. ولی از طرف دیگه همینطور که میگی کارزارهای انتخاباتی از دو طرف برای دموکرات ها و برای آقای ترامپ الان 3-4 روزه که معلق شده. جو بایدن و برنی سندرز سه‌شنبه شب معلق کردن همزمان با آقای ترامپ که او این هفته چندین برنامه داشت در اطراف امریکا که اونها رو فعلا روزانه تصمیم میگیره که لغو کنه و به نظر میاد که این روند ادامه داشته باشه. این باز هم به خصوص این موضوع میتونه برای آقای ترامپ اثر زیادی بذاره، خصوص اوست که توانایی زیادی دیدیم داره در جلب هوادارانش به این گونه تجمعهای انتخاباتی و اونجا به اونها روحیه میده و کلا فضای انتخاباتی رو تحت تاثیر قرار میده و پوشش انتخاباتی رو تحت تاثیر قرار میده. و اگر اینها ادامه پیدا کنه لغوش میتونه اثر زیادی بر کار او و کارزار او و دیگران دموکرات ها بگذاره. ولی گذشته از این، موضوع خود انتخابات هم مطرح هست. مثلا روز جمعه و شنبه 2 ایالت لوئیزیانا و جورجیا اعلام کردند که انتخابات مقدماتی رو از روز 24 مارس به 19 می عقب میندازن، یعنی تقریبا 2 ماه عقب میندازن از نگرانی شیوع ویروس کرونا.
با این حال 4 ایالت که سه‌شنبه انتخابات مقدماتی خواهند داشت، برای اینکه ببینیم چه کسی نامزد دموکرات ها خواهد شد در انتخابات آتی ماه نوامبر، یعنی ایالت های اوهایو، فلوریدا، ایلینوی و آریزونا، گفتن که طبق برنامه در عین رعایت نکات ایمنی برای رای دهندگان و خدمه کارزاری انتخاباتی، مراکز انتخاباتی اون رو برگزار خواهند کرد. سپاسگزارم سینا علی نژاد، صحبت میکردی با ما از کالیفرنیا، یکی از نقاطی که به هر حال شایع شده این ویروس. مواظب خودت باش. اما جهانگیری ویروس کرونا دنیا را عوض کرده. پر جنب و جوش ترین شهرهای جهان، آنطور که رسانه ها می نویسند و می گویند، شهر ارواح شده. در بسیاری از شهرهای این بخش از جهان در غرب، مردم وحشت زده به فروشگاه ها رفتند تا مواد غذایی و بهداشتی را انبار کنند. در لندن، پایتخت بریتانیا، که روز گذشته شمار مبتلایان جهشی چشمگیر داشته، خیابان ها بسیار خلوت و خالی از جمعیت شده. اماکن عمومی هنوز تعطیل نشدند، اما بسیاری از شهروندان خود از حضور در آنها خودداری می‌کنند. با گسترش شیوع کرونا در جهان، کشورهای مختلف برای مقابله با آن محدودیت‌های جدیدی وضع کردند. عربستان سعودی اعلام کرده که تمام پروازهای بین‌المللی را تا 2 هفته تعطیل می‌کنند. در نیوزیلند، هر کس که وارد این کشور شود باید 14 روز خود را قرنطینه کند. در اسپانیا قرار است از دوشنبه به مدت 15 روز قرنطینه سراسری اجرا شود. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. در ایتالیا ممکن است مردم در خانه هایشان حبس شده باشند، اما امید آنها در انزوای ناامیدی محبوس نیست. کشور در تعطیلی است، کرونا جان بیش از 1000 نفر را گرفته، بیمارستان ها جان ندارند و به جای آنها این بیمارستان های صحرایی پذیرای خیلی از بیماران هستند. بسیاری از کشورهای اروپایی مرز خود را با ایتالیا بستند، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید بستن مرز تنها راه چاره نیست. مقابله با کرونا نیازمند مجموعه ای از راهکارهای مختلف است. رئیس سازمان بهداشت جهانی پیشتر گفته بود: پیام ما به کشورها این است که باید یک رویکرد چند جانبه برای مقابله با کرونا در پیش بگیرند. آزمایش کردن، قرنطینه کردن، محدودیت برای تجمع و مرز بستن به تنهایی نتیجه نمی‌دهد. همه این کارها را با هم انجام بدهید. اسپانیا مقررات اضطراری ملی اعلام کرده. این کشور بدترین شرایط را بعد از ایتالیا دارد، با حدود 1500 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در کمتر از 24 ساعت. در بریتانیا برگزاری مهمترین مراسم عمومی، اهم از مسابقات ورزشی، قرار است لغو شود. دیروز آمار مرگ 10 نفر در بریتانیا گزارش شد که مجموع جانباختگان کووید 19 را در این کشور به 21 نفر رساند. ترس از کرونا حالا خزنده در جامعه بریتانیا رخنه کرده. آثار آن را از قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها می‌توان دید. فرانسه هنوز رفت و آمد را محدود نکرده، اما برگزاری هر گونه تجمع بیش از 100 نفر را ممنوع اعلام کرده. همزمان جلیق زردها در خیابان‌های پاریس تجمع کردند تا با این تصمیم دولت مخالفت کنند. اقتصاد اتحادیه اروپا 1 دهه بعد از بحران مالی جهانی حالا یکی از دشوارترین شرایط را پشت سر می‌گذارد. سهام کشورهای اروپایی روز گذشته اندکی بهبود یافت، اما بسیاری از تحلیلگران آن را جهش گربه مرده یا همان بهبود موقت ارزش سهام بعد از روند نزولی چند روزه تحلیل کردند. البته بعضی همان را نتیجه خوشبینی در پی اعلام وضعیت اضطراری ملی از سوی دولت امریکا عنوان کردند. ارزش سهام وال استریت بعد از امضای بودجه 8 میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا توسط دونالد ترامپ اندکی بهبود یافت. بسیاری از شرکت‌های بزرگ تکنولوژی در جهان فعالیت خود را محدود کردند. شرکت اپل اعلام کرد که تمام فروشگاه‌های خود در سراسر جهان غیر از سرزمین اصلی چین را برای 2 هفته تعطیل می کند. فروشگاه های اپل در چین دیروز و بعد از کند شدن شیوع ویروس کرونا در این کشور باز شدند. ویروس کرونا حالا به نقاطی از جهان رسیده که تا به حال کمتر اثری از آن دیده شده بود. در افریقا 20 کشور آلوده شدند با موارد جدید در رواندا و نامیبیا. در هند همزمان با روشن‌تر شدن ابعاد شیوع ویروس کرونا، روش‌های کمتر دیده شده برای درمان کووید 19 هم باب شده.
اینجا نزدیک به 200 هندو دور هم جمع شدند و با نوشیدن ادرار گاو می‌خواهند بر ویروس کرونا غلبه کنند. هند تاکنون بیش از 80 مورد ابتلا به کرونا گزارش کرده و 2 مورد مرگ. بعضی درباره این ارقام تردید دارند. همه‌گیری ویروس کرونا حالا فرصتی برای سنجش میزان صداقت دولت مردان است. شیدا هوشمندی گزارش میداد ادرار گاو صیغه جدیدی هست، به روغن بنفشه عادت کرده بودیم در میان این چیزهای عجیب غریبی که آدم میشنوه. در گزارش‌های مرتبط با کرونا در ایران یک مقام ارشد دولتی در پایتخت گفته که خیابان‌های تهران روز گذشته شاهد یکی از شلوغ‌ترین روزها بوده و هشدار داده که این وضعیت بسیار خطرآفرین خواهد بود. دکتر علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا در تهران از وضعیت روز گذشته تهران ابراز تأسف کرده. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران گفته شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 12729 نفر تا صبح روز گذشته رسیده و 611 نفر هم جان خود را از دست دادند. امکان راستی آزمایی شمار قربانیان که توسط نهادهای حکومتی در ایران منتشر می‌شود وجود ندارد و برخی درباره این ارقام ابراز تردید می‌کنند. در گفتگو با همکارم فرین عاصمی از آخرین اقدامات حکومت برای مقابله با گسترش کرونا در ایران سوال کردم. دیروز نشست ستاد ملی مدیریت کرونا برگزار شد. وزیر بهداشت بعد از این نشست صحبت کرد و گفت که رفت و آمدها بیشتر کنترل میشه در شهرهای مختلف. برای عبور و مرور گفت محدودیت های برای افراد اعلام میکنیم که قراره که این محدودیت ها اعلام بشه. از طرف دیگه صحبت از قرنطینه تهران بود که استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی این مسئله رو تکذیب کرد، گفت اصلا صحبتی از قرنطینه نیست، تصمیمی گرفته نشده. گفت برعکس تمام فروشگاه ها، نانوایی ها و مراکزی که باید مایحتاج عمومی مردم رو تامین بکنن اینها باز هستند. از طرف دیگه رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خبر داده که به زودی قراره که یک سوله‌ای برای بیماران مبتلا به کرونا آماده بشه، این بیماران به اونجا منتقل بشن. توضیحی نداده به محل دقیق این سوله، اشاره‌ای نکرده، ولی گفته که دور از محدوده مسکونی هست این سوله و ارتش و سازمان‌های نظامی هم اومدن و برای تولید این آماده سازی این سوله ها اقدام کردن. از طرف دیگه از اقدام هایی که قراره انجام بشه اینه که حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به خاطر شیوع کرونا قراره که در ایام نوروز تعطیل باشه و زائران نتونن به اونجا مراجعه بکنن. فرید محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای گفته که حسن روحانی به همتایان خودش در سایر کشورهای جهان نامه فرستاده. در مورد این اقدامات دولت ایران چی می‌دونیم؟ دقیقاً دیروز بعد از ظهر آقای روحانی نامه‌ای نوشته به سران چند کشور دیگه که اعلام نشده اسم این کشورها و از اونها خواسته که با تحریم‌های آمریکا همراه نشن و گفته که پذیرش این تحریم‌ها غیرقانونی، خلاف قطعنامه شورای امنیت و همینطور غیر اخلاقیه. خب آقای روحانی دیروز صبح هم یک جلسه داشت با مشاوراش. خبری که از این جلسه اومد این بود که از رسانه‌ها خواسته بود که اطلاع رسانی منصفانه و حرفه‌ای بکنن و به مردم بگن که به گفته او توانمندی‌ها و اقدام‌های دولتش در مقابله با کرونا با وجود تحریم‌های آمریکا افتخارآفرین بوده. از لفظ افتخارآفرین صحبت کرده، در حال این صحبت‌ها رو می‌کنه که آمریکا پیشنهاد کمک به ایران داده بوده. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت که حاضر به ایران کمک کنه، اوضاع ایران رو بحرانی دونسته و گفته که حاضر پزشک و کادر درمانی به ایران بفرسته. سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای عباس موسوی همون موقع رد کرد کمک آمریکا رو و گفت که ایران خودش بهترین کادر درمانی رو داره و نیازی به کمک های آمریکا نداره. از طرف دیگه یه مسئله که آقای روحانی بهش اشاره کرد این بود که رسانه ها منصف باشن و خبرها رو حرفه‌ای بدن. در حالی آقای روحانی از انصاف در رسانه ها صحبت میکنه که در روزهای اخیر خیلی از روزنامه‌نگاران احضار شدن به خاطر اطلاع رسانی در مورد شیوع کرونا. جالبه که اشاره بکنم سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین اطلاعیه‌ای که داده اعلام کرده که فشار بر روزنامه‌نگاران زیاد شده. گفته در حالی که اطلاعات رسمی جمهوری اسلامی در مورد همه‌گیری ویروس کرونا با واقعیت همخونی نداره، آزار نهادهای امنیتی و قضایی علیه روزنامه‌نگارانی که در مورد شیوع ویروس کرونا در ایران اطلاعات مستقل منتشر می‌کنن بیشتر شده. دیشب در گفتگو با تلویزیون ایران آقای روحانی صحبت از طرح
غربالگری دولت کرده. این طرح به چه شکلی قراره اجرا بشه؟ آقای روحانی صحبت از طرح غربالگری کرده، گفته از چند میلیون نفر سوال شده و 97% کسایی که ازشون سوال شده به گفته او علامتی از ابتلا به ویروس کرونا نداشتن. توضیح بیشتری نداده در مورد اینکه خب این سوال ها به چه صورت بوده، آزمایش که 100% نبوده، تست کرونا نبوده. آقای روحانی مخالفت کرده با اینکه کسایی که ناقل ویروس کرونا هستن یا سفر غیر ضروری میکنن رو گفته که اینها نباید جریمه بکنیم، با این جریمه ها مخالفت کرده و گفته که شاید خودشون ندونن که ناقل هستن و همین جریمه شون همین هست که اونها رو از راهی که میخوان برن بازگردونیم و نذاریم که به سفر برن. با کنترل تردد در 11 استان هم اعلام شده که موافقت شده و گفتن که اینها رو کاملا بررسی خواهند کرد، اعلام میشه. و یه مسئله دیگه که آقای روحانی بهش اشاره کرده در مورد بدهی های بانکی، گفته که یک قانونی رو برای ساده کردن تسویه حساب بدهی های بانکی به وزارت دارایی ابلاغ کرده که قراره که یه مقداری کمک بکنه به کسایی که الان در وضعیت هستن که در خونه در قرنطینه هستن، نمیتونن سر کار برن و خب بدهی هاشون عقب افتاده. گفتگو میکردم با فرین آسمی همکارم. اما بشنوید که رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در ایران کیانوش جهانپور روز گذشته در توییتر خود آمارهای تفکیکی جدیدی از مبتلایان به کرونا منتشر کرده. بر طبق این آمار، آمار مرگ بر اثر این بیماری در میان مردان 4 برابر زنان است در ایران البته، و بیشترین موارد منجر به مرگ در گروه سنی 60 تا 69 سال در میان مردان و در میان زنان در سنین 50 تا 59 سال اتفاق افتاده. برای بررسی این آمار اجازه بدید که با دکتر محمد جواد امان، پژوهشگر بیماری‌های عفونی صحبت بکنیم. آقای دکتر وقت شما بخیر. این آمارها آیا ابعاد تازه‌ای از نحوه گسترش بیماری در ایران ما نشون میده و آنچه که این آمارها نشون میدن آیا منطبق هست با روندی که در جهان ما شاهد هستیم در باره شیوع کرونا؟ ببینیم، قضاوت کردن در مورد آمار اینچنینی باید مبتنی باشه بر یک مطالعه علمی که با داده‌هاش و متدایی که به کار بردن توش تشریح شده باشه. قضاوت کردن در مورد اینجور اطلاعات وقتی که به صورت یه توییت مطرح میشه کار مشکلی، از این جهت که ما اصلا نمیدونیم که این مطالعه رو تو چند نفر کردن. این خود از اولین سوالیه که مطرح میشه، آیا مثلا یک نمونه 100 نفر است بر اساس اون قضاوت کردن، نمونه 1000 نفر است یا تمام مواردی که در ایران تایید شده؟ بر اساس اینکه این جواب این سوال چی باشه، میزان اطمینان به این نتایج متفاوت خواهد بود. اما فرض اگر بکنیم که این درسته، این نتایج خیلی متفاوت نسبت به اون چیزی که در چین و در سایر کشورها گزارش شده. مطالعه که روی 45,000 نفر در چین انجام شد نشون میدادش که تعداد افرادی که به این بیماری مبتلا میشن در بین زنان البته بالاتر از حدود 30-40%، تعداد مرگ بین زنان حدود 60-70% بالاتره، ولی تعداد اگر که نسبت 4:1 یعنی که حدود 400% بالاتر هستش بین زن و این خیلی بین مردم و این خیلی عجیب هست و همخوانی نداره با مطالعاتی که شده از چین و سایر کشورها. آقای دکتر من یه مقدار شک دارم. بحث در مورد دارو بسیار داغ هست، داروی ضد کرونا، داروی برای درمان کرونا، برای پیشگیری از کرونا، به ویژه در رسانه‌های ایران بسیار 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 به طور گسترده‌ای استفاده میشه از اینکه دانشمندان، محققان ایرانی در حال مطالعه دارو هستن. در سایر نقاط جهان هم البته هستش. میخوندم در جایی که هلندی ها گفتن مثلا به یک آنتی بادی رسیدن که میتونه منجر به این بشه که یک روزنه امید باشه برای کشف واکسن و دارو. چقدر میتونیم امیدوار باشیم به همچین کشفی در کوتاه مدت؟ ببینید، این وقتی که ویروس میخواد وارد سلول های بدن بشه و عفونت رو ایجاد بکنه، باید به وسیله یه پروتئینی که رو سطح سلول رو سطح خود ویروس هست به یک پروتئین دیگه که بهش میگن گیرنده رو سطح سلول انسانی بچسبه و بتونه از اون طریق وارد سلول بشه. آنتیبادی ها به اصطلاح مولکولای بزرگی هستن که و اگر شما درستش بکنید علیه مثلا پروتئین روی سطح ویروس،
این آنتیبادی میره میچسبه پروتئین رو سطح ویروس و مانع از این میشه که اون ویروس وارد بدن بشه. این یک به اصطلاح راهکاریه که برای درمان خیلی از بیماری ها، هم تو بیماری عفونی هم تو سرطان استفاده میشه. بنابراین شیوه خیلی امیدوارکننده ای هست. اما تولید آنتیبادی و نشون دادن اینکه این در مثلا در آزمایشگاه کار میکنه ممکنه زیاد طول نکشه و به همین دلیل ما الان به این سرعت اولین نمونه شده توی مقاله ای که همین چند روز بود پیش اومده بیرون، دانشمندان هلندی همونطور که شما گفتید یه آنتیبادی رو پیدا کردن. اما آزمایش کردن این آنتیبادی توی انسان یه دوران طولانی تری رو لازم داره، ممکنه که 6 ماه حتی طول بکشه تا اینکه به اونجایی برسن که هم بشه مطمئن بود از اثر بخشش و همین که بشه تولید انبوه کرد ازش. آقای دکتر بهار نزدیکه. بله آقای دکتر، بهار نزدیکه، هوا داره گرم میشه در بسیاری از نقاط جهان. با توجه به شناختی که از این ویروس داریم، آیا میتونیم امیدوار باشیم گرم شدن هوا، البته نه 20 درجه، مثلا اگر به بالای 30 درجه برسیم در برخی از نقاط جهان، دست کم انتقال این ویروس کمتر بشه؟ امکانش هست. ببینید علت اصلی که ویروس ها تو تابستون کمتر پخش میشن مثل ویروس های اینفلوئنزا، در این علتش این نیست که خود ویروس فرقی بین تابستون و زمستون قائل میشه. یه فرق اصلی این هستش که در زمستون مردم بیشتر توی محیط های بسته، یعنی جمعیت های بالا با دنسیتی بالا توی فضای بسته بیشتر هستن، ولی توی تابستون چون آدم ها میرن بیرون فاصله اجتماعی به اصطلاح زیاد میشه بین تک تک افراد. مسئله دیگه این هستش که حرارت و رطوبت یه مقدار تأثیر داره توی به اصطلاح واگیر بیماری های تنفسی، در نتیجه یه تأثیر خیلی کمی ممکنه داشته باشه تابستون. ولی خب توجهتون به این جلب میکنم که همین الان در نیمکره جنوبی تابستون هست. آقای تام هنگس همین چند روز پیش اعلام کرد، هم خودش هم خانمش گرفتن و اینا هر دو در استرالیا بودن که اونجا الان تابستون. بنابراین معلوم نیستش که این رو به این رو این بشه حساب کرد و امیدوار بود. سپاسگزارم آقای دکتر. گفتگو میکردم با دکتر محمد جواد امان، پژوهشگر بیماری های عفونی. تنها توصیه فعلا هست همانی که بود، دستتون رو بشورید، دستتون رو بشورید، دستتون رو بشورید. بریم سراغ اگر که اشتباه نکنم مطلب بعدی که باز هم در زمینه انتقال این بیماری هست، منتها میان مادر و کودک. در بیمارستانی در شمال لندن کودکی به دنیا آمده که در بدو تولد مبتلا به کرونا است. این کودک از مادری که مبتلا به کرونا بوده به دنیا آمده و تست کرونای اون 19 دقیقه پس از تولد مثبت بوده. مشخص نیست که این جوانترین مبتلا به کرونا در بریتانیا آیا این بیماری را از مادر گرفته یا در مراحل تولد به ویروس مبتلا شده. برای گفتگو در این باره و طرح نگرانی‌های زنان باردار درباره کرونا گفتگویی داشتم با دکتر شوری بسکی، متخصص زنان و زایمان در لندن، و نخست از او درباره این مورد سوال کردم. لنست یک مقاله جدیدی چاپ کرده بود حدود 3 هفته پیش در مورد 9 تا زنی که در ووهان اینا رو ریویو کردن، نگاه کردن که ببینن چجوری میشه، و نشون داده که اثری روی این خانوما به هیچ وجه نذاشته، روی بچه نذاشته به خصوص، و حتی شیر مادران هم نگاه کردن بهش و دیدن که اون هم منتقل نمیکنه. فقط ما میدونیم که بچه هایی که گرفتن که 2 تا هم توی ووهان بودن اوائل فوریه، اینها خوب شدن و هیچ مسئله براشون نبوده. یکیشون که بعد از 13 روز مرخص شده، اینا رو ایزوله کردن و مرخص شده. حتی نوزادانی هم که گرفته بودن هیچ به اون صورت مرگ و میری از مادران باردار و نوزادان و بچه های کوچولو وجود نداره. مادران باردار خانم دکتر چه مراقبت ها و پیشگیری هایی باید بکنن؟ آیا آزمایشی هست که بتونن انجام بدن؟ ادوایس هایی که ما میدیم به آدم معمولی برای در مورد خانم هم صدق میکنه. خانمان باردار ما میگیم که اگر کسی سرفه های متعدد بکنه و در حرارت بدنش یعنی تب داشته باشه، اینا حتما باید تست بشن و بعد شما رو هر روز دکتر به شما زنگ میزنه که ببینی حال شما چطوره. اگه حالتون خوبه همین ایزوله کردن شما کافیه، ولی اگر حالتون خوب نیست میبرن به بیمارستان
و بعدم الان به ما میگن که به هیچ وجه کسانی نرن همینجوری تست کنم. مثلا من دکترم در تماس با یکی قرار میگیرم تا وقتی که من سمتوم، یعنی اون چیزایی که میگم تب داشته باشم و سرفه‌ای دائم بکنم، حالم خوب نباشه، کسی نمیره خودشو. که ما قرار 60% افرادی رو بگیرن، یعنی ما همه میگیریم، ولی به خاطر اینکه مرگ و میر بالا نیست مثل آنفولانزا، شما فقط افرادی که ایمیونیتیشون پایینه و یا مثلا خدا نکرده سرطان و چیزای دیگه دارن، اینا ممکنه مرگ و میر بالا باشه، ولی افراد دیگه مرگ و میر بسیار پایینه و ما قراره که اینو بگیریم. یعنی منظورم اینه که ما نمیتونیم بریم هر کسی که صاف صاف را میره تستش کنیم، بچه‌ام بگیم شما دیگه نیاین سر کار، یا این کارو نکنی یا اون کارو نکنی. برای همین حتی به ما هم میگن اگه شما هم در تماس قرار گرفتین با کسی، قبلا اینطوری بود که میگفتن دکترها تماس گرفتین باید 14 روز تو خونه بمونین، یادتون اون اوایلش بود، ولی الان این رو نمیگیم دیگه. در مورد کودکان مرتب میشنیم که موارد بیماری سخت در کودکان و نوجوانان دیده نمیشه. آیا هنوز هم نمونه بحران در کودکان نداریم؟ فکر نمی کنم. میدونید تعداد زیادی نگرفتن که آدم بدونه، ولی میدونم که درصد مرگ و میر بر بچه ها، نوزادان، همه بسیار کم هست. پس ما میگیم که اطلاعات برای اینکه داره هر روز این اطلاعات چیز میشه، باز دوباره بازیابی میشه و نگاه میکنم بهش، تا الان ما مرگ و میری در نوزادان در بچه های کوچیک نداشتیم. یعنی شما اگه این چارت های جدید رو نگاه کنیم، میگه مثلا 60 تا 70، 70 تا 80، زیر 40، همه ی درصد های مرگ و میر رو میگه. مثلا جوان ها 0.2%، میدونی خیلی پایینه، ولی مثلا 60 تا 70 میشه 3.6 مثلا میگم، بعد سن بالاتر بیشتر میشه، ولی میدونم که در مورد بچه ها و نوزادان و همه اینا در واقع صفره. گفتگو میکردم با دکتر شوره بسکی. تماس بگیرید با ما شنوندگان و بینندگان عزیز در مورد مشاهدات خودتون درباره شیوع ویروس کرونا، در ضمن درباره اختلال فنی که در پخش برنامه های ما پیش آمده بوده اطلاع داریم. خوشحالم که بازگشتیم مجددا بر فرستنده ها و کانال های ماهواره ایمون. ممنونم که به ما اطلاع دادید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به BBC شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. نفوذ این موجودات ریز نادیدنی در روزنامه‌های تهران و ایران ادامه داره. منظورم ویروس کرونا است. گوش بکنیم مرور مطبوعات رو با فرشته قاضی. بررسی روزنامه‌های امروز تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با فرق مدیریت ما با جهان در مواجهه با کرونا از جهان صنعت. نمایندگان سخت مشغول مصاحبه‌اند از آفتاب یزد و مسئولان پیام‌های روشن بدهند از همدلی. آغاز بکنیم با مقایسه‌ای که روزنامه جهان صنعت کرده، فرق مدیریت ما با جهان در مواجهه با کرونا. کامران ندری در یادداشتی در این روزنامه معتقده که در واقع از زمان کشف ویروس کرونا و برخلاف آنچه که تصور می‌شد، دولت تاکنون طرح یا لایحه ویژه‌ای که به مهار و کنترل این اپیدمی منجر بشه ارائه نداده. این در حالیه که دیگر کشورها در مواجهه با این پدیده منابع مالی جدیدی رو سوای بودجه سالانه و در قالب طرح‌های ویژه تعریف کردند. کنگره آمریکا رو مثال زده در این زمینه. دیگر کشورها در شرایط مشابه این چنینی و در مواجهه با چنین مسائلی برنامه مشخص دارند و منابع لازم رو برای مقابله با بحران پیش اومده به تصویب نمایندگان مجلس رسوندن، اما در ایران چنین مسئله اتفاق نیفتاده. روزنامه آفتاب یزد مطلبی داره زیر عنوان نمایندگان سخت مشغول مصاحبه‌اند. این روزنامه به شدت انتقاد کرده از تعطیلی مجلس و نوشته در روزهایی که مجلس میتونست پای کار باشه و با اهرم نظارتی خود تصمیمات دولتی رو سرعت و بهبود ببخشه،
خانه ملت چند هفته است که تعطیل شده و نمایندگان هر کدوم تزهای خودشون رو در قالب مصاحبه رسانه‌ای می‌کنند. این روزنامه در ادامه نوشته که شاید تصمیماتی مثل قرنطینه برای دولت سخت باشه، چرا که حسن روحانی نشون داده اهل ریسک برای تصمیماتی که تبعاتی خواهد داشت نیست و ترجیح میده سیاست انفعال رو پیش بگیره. در این وضعیت نمایندگانی که وکلای ملت بودن میتونستن به هر طریق وضعیت رو با تصمیم‌سازی‌های خود و ابلاغ به نهاد اجرایی بهبود ببخشن. این روزنامه هم باز مقایسه کرده با آنچه که در ایالات متحده میگذره و همچنین ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از اینکه یک نماینده کنگره چطور که از مسئولین بهداشتی آمریکا رو مجاب میکنه تا تست کرونا برای همگان رایگان باشه. و روزنامه همدلی هم مطلبی داره زیر عنوان مسئولان پیام‌های روشن بدهند، ماجرا چیه؟ روزنامه همدلی از انتشار مبهم و غیر شفاف خبرها مبنی بر احتمال قرنطینه شهرهای بزرگ انتقاد کرده و نوشته که این مسئله باعث شده بسیاری از مردم با هجوم به فروشگاه‌ها در صدد تهیه مایحتاج خود برای دوران احتمالی قرنطینه باشند. روزنامه همدلی نوشته که در روزهای گذشته که خبر ورود نیروهای مسلح برای کمک به کنترل و مهار ویروس کرونا رسانه‌ای شد، برخی از پیام‌هایی که به جامعه ارسال شد نشون دهنده این بود که در روزهای آینده نوعی حکومت نظامی در شهرهای کشور اعمال شده و مقررات منع عبور و مرور برقرار می‌شود. مردم هر اقدام مشابهی رو قرنطینه می‌دونن و خود را برای اون آماده می کنند. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. اجازه بدید که از این کمی از نیمه راه گذشته نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر. البته اگر من پیدا بکنم در میان این همه خبر کاغذ ها، ما پزشکان کاخ سفید از منفی بودن نتیجه آزمایش کرونای رئیس جمهوری آمریکا خبر دادن. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته اعلام کرده برای کنترل این بیماری پروازها از تمامی کشورهای حوزه شنگن و بریتانیا و ایرلند به آمریکا هم محدود شده. وزارت بهداشت ایران گفته شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به 12729 نفر تا دیروز رسیده و 611 نفر هم جان خود را از دست دادند. و در این 5 روز مانده به دلانگیزترین روز سال نوروز، دمای هوای لندن بهاری بهاری است، حالا 9 درجه، تهران 12 درجه، تبریز 7، مشهد 14، رشت 13، کرمان 11، عراق 4، اصفهان 9، بندر عباس 21 و کابل 8 درجه است بالای 0. سفر نکنید، گرچه هوا بسیار بسیار دلپذیره، در منزل بمونید و تحمل داشته باشید. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش می شود. در ادامه برنامه خبرها رو پی میگیریم و راز دانش رو هم پخش میکنیم. در گزارش اول برنامه این هفته درباره انتقال عوامل بیماریزا و به خصوص ویروس جدید کرونا از حیوانات وحشی به انسان میشنویم و بعد میپردازیم به تأثیر الکل بر سلامتی. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. به بلخ زیبا سفر بکنیم. در افغانستان مسئولان محلی بلخ در شمال افغانستان میگویند دامنه فعالیت انجمنهای ادبی در سالهای اخیر در ولسوالیهای جنگ زده این ولایت به ویژه در بین زنان گسترش یافته. صالح محمد خلیق رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفته این انجمنها از یک طرف بین دری زبانها و پشتو زبانها فضای کاری مشترک ایجاد کرده و سوی دیگر چشم مردم قریه را در برابر سربازگیری گروههای مسلح باز کرده. همکنون 15 انجمن ادبی و فرهنگی به دری و پشتو در بلخ فعالیت دارند که زنان بیشترین حضور را در این انجمنها دارند. حمید فهیم خبرنگار ما نگاهی به کار این انجمنهای ادبی انداخته. گر کابلی و بلخی و گر غزنویستم، پشتون مگو هزار مدان تاجکم مخوان. زنانی که در فاصله 1 کیلومتری جنگ شعر میخوانند. اینجا مرکز ولسوالی جنگ زده بلخ در شاهرای ناامن مزار شبرغان است. نورزلا مسئول انجمن ادبی آریانا ویژه زنان میگوید دور همی آنان سکوت مرگ بار جنگ در این ولسوالی را شکسته. ما سه هدف داریم. یکی هدف ما این است که باید استعدادهای پنهان و نهفته که در جامعه ما وجود داره، در ولسوالی ما وجود داره، اونا را ما آشکار بسازیم. دومی که در بین قوم ها اتفاق و اتحاد بیاریم و سومی که امو کسایی که زبان خود فراموش کردن اونا بتوانند دیجا دوباره با مو زبان خود، زبان مادری خود دوباره صحبت کرده بتوانند و خدمت به زبان خود کرده بتوانند. مسئولان محلی بلخ در شمال افغانستان میگن در سالهای اخیر انجمنهای ادبی از درون شهر راه خود را به ولسوالی‌های جنگ زده باز کرده. این درد و اندوه فراوان به کی گویم؟
در باتو نگویم. روزینا از مادر دری زبان و پدر پشتو زبان به دنیا آمده. او 3 هفته می شود در محافل ادبی انجمن ویژه زنان در ولسوالی بلخ اشتراک می کند تا زبان پشتو را که پدرش با آن تکلم می کند بیشتر بیاموزد. وقتی در خانه بودم من هیچ نویسندگی نمی کردم، شعرم نمی نوشتم، ولی 3 هفته که میشه اینجا اشتراک کردیم یکی دو داستان و چیزام نوشته کردیم و یک شعرم دارم. در اصل پدرم پشتو زبان است و به پشتو از خاطر زبان پدری من علاقه مندی داشتم، از او خاطر خواستم که نظم و نثر پشتو را یاد بگیرم. پیرهنم پر از گلها و تهمت چقدر مردم. همکنون 15 انجمن ادبی فرهنگی در بلخ فعالیت دارد. دختران بیشتر مانند رازیه حیدری توانستند راه خود را در شعر و داستان از مسیر این انجمن ها بیابند. قبل از اینکه من در این انجمن اشتراک بکنم، من شعر کلان یک تصویر دیگه داشتم. من امون نوشته هایی که پیش خود داشتم امون رو فکر میکردم که شعر است. بسیار تاثیرگذار بوده. اگر من در انجمن اشتراک نمیکردم، شاید هنوزم در حال هوای 2 سال پیش بودم. امون شعرهایی که الا نمیشه گفت شعر، اما دمو حالت میمون. سالی محمد خلیق رئیس اطلاعات فرهنگ بلخ میگوید تقویت کار مشترک بین انجمنهای ادبی دری و پشتو سبب شده تا آمار کتابهای چاپ شده در بلخ سالانه به 100 عنوان برسد. کتابهای داشتیم که از ایران و پاکستان و از دیگه کشورها وارد میشد. فعلا کتابای ما گفته میتیم حتی از خود بلخ ما واسهار خود در ایران فرستادیم، در تاجیکستان فرستادیم. یعنی فرهنگی سازی فضا برای کاهش خشونت هم خیلی مفید است. مثلا کسایی که فرهنگی هستن دیگه دست به خشونت، ملتی که فرهنگی باشه دست به کارهای خشونت آمیز نمیزنن. زمینه سربازگیری برای کسایی که میخواین از جهالت مردم استفاده کنن کمتر میشه. وحید الله باشنده چاربولک میگه روزی که برای اولین بار یک انجمن ادبی در ولسوالیشان فعال شد تنها 3 نفر حضور داشتند. حالا اما شمارشان از 100 نفر هم بلند رفته. در روز نخست که ما یک انجمن به نام انجمن فرهنگی چاربولک در ولسوالی چاربولک افتتاح کردیم، در اون روز ما 3 تا یا 4 تا جوان بودیم و بعدش همراه ما مؤسس فیدان، بزرگان قوم و اینه وسیله شد که حال ما جوانای هستیم که صفوف ما به صدها جوان رسیدن. بخصوص به زندگی شخصی خود ما تغییرات خیلی ها زیاد آمده. ما وقتی که به این انجمنهای فرهنگی پیوستیم و با امرای اینا یک جا شدیم، ما خودم به این فکر نمیکنیم که ما به طرف صفوف مخالفین برویم و این ذهنیت ما باز شد، فکر ما طرف مثبت آمد و ما او را رماندیم طرف درس و تعلیم و شعر و شاعری و فرهنگ، روی خدایی طرف آوردیم و او کارا را پس شر ماندیم. ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ میگوید گسترش این انجمنها در ولسوالی ها امیدوار کننده است. گزارشی بود از مهد فرهنگ و ادب در افغانستان از بلخ. اجازه بدید بازگردیم به ایران و مرور بکنیم روزنامه های چاپ پایتخت رو، بخش دوم مرور مطبوعات رو بشنویم با فرشته خاصی. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با دیپلماسی کرونایی با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا از ستاره صبح. مسئله ایران فراسوی کرونا از ابتکار و در نهایت هم تهدید افشاگران جرم از مستقل. آغاز بکنیم بررسی مطبوعات رو، بخش دومش رو، با مطلبی که ستاره صبح نوشته: دیپلماسی کرونایی با هدف کاهش تنش میان ایران و آمریکا. کمیل طیبی در این روزنامه از آمریکا نوشته که به نوشته او پیشقدم شده به ایران کمک بهداشتی و درمانی بکنه، اما با پاسخ تند مقامات ایران مواجه شده که به نظر میرسه این پاسخ درست نبوده، زیرا در شرایط بحران کرونا باید از هر نوع کمک درمانی بهداشتی استقبال کرد. سرمقال نویس ستاره صبح ادامه داده در شرایط بحرانی و پیچیده کنونی آیا ویروس کرونا میتونه مقدمه‌ای برای آغاز مذاکره دوباره بین ایران و آمریکا بر سر لغو تحریم‌های دارویی و غذایی باشه؟ این طور پاسخ داده نویسنده که میشه از این شرایط استفاده کرد و مقدمات مذاکرات دوباره بین ایران و آمریکا رو با شروع مسئله لغو تحریم‌های غذایی در سایر موضوعات هم به وجود آورد. هرچند که مسئله کرونا مقطعی و گذراست، ولی به طور نسبی فرصتی ایجاد کرده تا روابط بین دو کشور از حالت خصمانه فاصله بگیره. و بریم سراغ روزنامه ابتکار، مسئله ایران فراسوی کرونا. علیرضا صدقی در سرمقاله این روزنامه معتقده که مسئله جامعه ایران در برابر این بیماری بسیار فراتر از خودمونه و همین امر هم سبب میشه تا نسخه ارائه شده برای ایران با دیگر کشورها تفاوت‌های عمده‌ای داشته باشه. ناشناختگی و دست کوتاه پزشکی در برابر ویروس کرونا از یک سو، تعلل حاکمیت در
انتقال صحیح اطلاعات و بی‌اعتمادی مردم به نظرات رسمی مسئولین و مسئولی دیگه و درست در این بزنگاهی که ضرورت توجه مسئولین نسبت به بسیاری از توصیه ها و انذارهای برخی در دلسوزان که با داغ و درفش پاسخ داده میشه رخ می نمایه. آقای صدقی نوشته که اگر سرمایه اجتماعی حاکمیت هنوز پابرجا بود و اگر برخی از روحانیون اعتبار و آبروی چند قرنی این سنف رو به حراج نگذاشته بودند و اگر دلسوزان و کاربلدان و مدیران کارآزموده کشور به محاق نرفته بودند، ایران امروز ابزارهایی به مراتب قدرتمندتر از حالا در اختیار داشت. و روزنامه مستقل تهدید افشاگران جرم. مستقل تنها روزنامه‌ای هست که به ویدیویی که منتشر شده از ضرب و شتم شدید یک زن در خیابون توسط مردی که گفته میشه به دلیل به قولی امر به معروف و نهی از منکر بوده پرداخته، در این روزنامه احمد حیدری نوشته که در ماجرای مذکور منکر بزرگی واقع شده و به عنوان دین حرمت زنی در ملأ عام ناجوانمردانه مخدوش شده و نسبت به تنبیه اقدام کننده هم با وجود دستگیری او خبری منتشر نشده، اما فردی که شاهد واقعه بوده برای دفاع از حق این زن و برای مواجهه با اقدام ناجوانمردانه یک فرد که تحت لوای دین انجام شده اقدام به انتشار فیلم کرده و شاهد این هستیم که مسئولین مربوطه که مرتکب کمکاری و اهمال در این زمینه شدن به جای اینکه به انجام وظیفه خود مشغول باشند، فرد منتشر کننده فیلم رو قاطعانه متهم کردن که با سوء نیت و با هدف ایجاد التهاب در جامعه چنین کاری رو کرده و حتی او را تهدید به تعقیب قضایی هم کردن. این مسئله مثل همون مسئله ایه که در واقعی املاک نجومی به جای رسیدگی به اون افشاگر رو دستگیر و زندانی کردن و جا داره که بپرسیم فعینه تصحبون. فردام با فرشته قاضی همراه خواهیم بود. به مجموعه خبرهای ایران این رو هم اضافه بکنم که دکتر مینو مهرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران و عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت یکی از تازه‌ترین مواردی است که با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ابتلایش به کرونا را تایید کرده. او گفته آزمایش مخاطبینیش نشان می‌دهد که مبتلا است، اما هنوز علائمی از این بیماری را نمی‌بینند و هنوز درمان ویژه‌ای را آغاز نکرده. فرصت دارم تا چند تا از پیام‌هایی که شما فرستادید رو بخونم. امید نوشته هواپیما رو زدن و بعد از 3 روز انکار کردن و گفتن با موشک کروز اشتباه گرفتیم. درست نخوندم. نوشته هواپیما رو زدن بعد از 3 روز انکار گفتن با موشک کروز اشتباه گرفتیم. حالا هم بعد از هفته ها انکار میگن کرونا رو با آنفلانزا اشتباه گرفتیم. شنونده دیگری برای ما نوشته علیرضا چرا در جمهوری اسلامی همه چیز بایستی سیاسی باشد؟ چرا دولت مردان که از همه امکانات برای خودشان برخوردارند دست رد به سینه آمریکا میزنند؟ چرا این غیر منتخبین متوجه شرایط استثنایی عالمگیر و بلایی بسیار ظریفتر و ریستر و وحشتناکتر از ابابیل نیستند؟ علیرضا جان سپاسگزارم از پیامت. سلیمان پیام داده سوال کردید در مورد پاتن هلندی ها، آنتیبادی هلندی ها سوال بکنید که سوال کردم از آقای دکتر امان اگر که شنیده باشید. و بله اطلاع داریم که برای لحظاتی دقایقی پخش ماهواره‌ای ما قطع شده بوده و بازگشت خوشبختانه با آغاز برنامه چشم‌انداز بامدادی. سپاسگزارم که به اطلاع ما رسوندید. بی بی سی شما شناسه ماست در تلگرام. خبرهای ورزشی امروز صبح با علی آخوندان. خبرهای ورزشی رو با خبری در مورد المپیک 2020 توکیو شروع می‌کنیم. در حالی که تقریبا تمام مسابقات مهم دنیا یا به تأخیر افتادن یا لغو شده، مسابقات از قبل لیگ قهرمانان، لیگ اروپا یا مسابقات مهم تنیسی مثل مسترز ایندیان ولز یا میامی، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که المپیک در ژوئیه و طبق برنامه‌ریزی‌ای که قبلا برایش انجام شده و پیش میره به رغم همه‌گیری جهانی ویروس کرونا. نخست وزیر ژاپن گفت که کمیته بین‌المللی المپیک تصمیم نهایی رو در مورد مسابقات 2020 توکیو میگیره. گفت که ما به گسترش این بیماری غلبه میکنیم و بدون مشکل میزبان المپیک خواهیم بود. مراسم حمل مشعل هم قرار از 26 مارس در فوکوشیما آغاز بشه. بریم سراغ استعفای سرپرست باشگاه استقلال. دیروز خبر استعفای علی فتح‌الله‌زاده سرپرست باشگاه استقلال هم
منتشر شده، گفته شده که آقای فضل‌الله‌زاده استعفای خودش به وزیر ورزش ایران تقدیم کرده. دلیل این استعفا به گزارش رسانه ایران بدهی‌های سنگین باشگاه و مطالبات بازیکنان بوده که آقای فضل‌الله‌زاده به نظر میاد که نمیتونست از پسش بر بیاد. رئیس هیئت مدیره استقلالم مصاحبه کرد و گفت با معرفی دو عضو جدید هیئت مدیره، مدیر عامل جدید تا چند روز آینده انتخاب میشه. رسانه‌های ایران دیروز یک خبر ناخوشایند دیگر هم برای استقلال منتشر کردن و گفتن که باشگاه در واقع در پاسخ به شکایت ساشا ایلیچ، فرزند سرمربی سابق باشگاه استقلال که آنالیزور انتیمن بود، هزینه لازم رو پرداخته تا پرونده این شکایت به دادگاه عالی ورزش بره، هرچند که هنوز خبری از شکایت وینفرد شفر و در واقع نتیجه شکایت وینفرد شفر به فیفا نیست. و ظاهرا سردار آزمون در هفته 22 لیگ فوتبال روسیه خبرساز شده. در هفته 22 لیگ فوتبال روسیه که از معدود جایی است که لیگش داره برگزار میشه، سردار آزمون اولین هتریک باشگاهی خودش رو تجربه کرد. در برد هفته که زنیت مقابل تیم اورال، این بهترین برد زنیت در 6 سال اخیر بود که خوب سردنشینی این تیم رو هم تثبیت کرد. سردار آزمون قبلا در رقابت ملی تجربه هتریک داشت مقابل مقدونیه و کامبوج، هم خب تا حالا تو باشگاهی هتریک نکرده بود. جدول گلزنان روسیه آرتم زوبا 13 گل سردنشین است، الا شاه مرادوف از رستوف 11 گل است و سردار آزمون هم با این هتریک خودش رو به رتبه سوم برترین گلزنان لیگ روسیه رسوند. مثل هر یک شنبه نوبت راز دانش با همکارم سینا علی نشاد. سلام، به این شماره راز دانش خوش آمدید، برنامه‌ای برای مرور تازه‌ترین تحولات علمی جهان. در گزارش اول برنامه این هفته درباره انتقال عوامل بیماریزا و به خصوص ویروس جدید کرونا از حیوانات وحشی به انسان می‌شنویم و بعد می‌پردازیم به تأثیر الکل بر سلامتی. ویروس جدید کرونا که حالا جهانگیر شده برای انسان تازگی داره، یعنی بدن ما در حضور این ویروس تکامل پیدا نکرده، برای همین تهدیدی جدی برای سیستم ایمنی بدن انسان به شمار میاد. اما این ویروس هم مثل خیلی دیگه از عوامل بیماریزا در جمعیت‌های حیوانی حضور داشته، جایی که گاه باعث بیماری حیوانات هم میشه. اما این عامل بیماریزاست که خودش رو از یک میزبان حیوانی به بدن انسان منتقل میکنه، حادثه‌ای که تقریبا همیشه محصول عملکرد ماست. سرمنشأ ویروس کنونی کرونا کاملا روشن نیست، اما از ابتدا فرض بر این بوده که از یک بازار ارزی گوشت تازه مثل ماهی و سایر حیوانات در شهر ووهان چین آمده، جایی که حیوانات وحشی از جمله خفاش عرضه میشن. پرنده‌ای که میدونیم هرچند میزبان ویروس کرونا است اما خودش مریض نمیشه. کیت جونز از دانشگاه کالج لندن که متخصص بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوانات با تخصص ویژه در زمینه خفاش هاست، در مورد نحوه انتقال عوامل بیماریزا از حیوانات به انسان توضیح میده. این پدیده میتونه توضیحات مختلفی داشته باشه، اما در درجه اول این انسان و تغییر رفتار انسانه که بر انتقال عامل بیماریزا از خفاش یا سایر حیوانات وحشی به ما اثر میذاره. برای مثال ما بیش از هر زمان در گذشته حیوانات را جابجا معامله و گوشت آنها را عرضه میکنیم. همه اینها با سرعت و در ابعادی انجام میشه که قبلا ندیده ایم، یا میبینیم گونه هایی در بازار گوشت عرضه میشن که قبلا وجود نداشته. اینها از موارد تاثیر رفتار انسان بر انتقال عوامل بیماریزا از حیوانات است. او میگه دقیقا نمیدونیم که ویروس جدید کرونا در شهر ووهان از خفاش به انسان منتقل شده باشه، هرچند شباهت هایی به ویروس های قبلا شناخته شده در خفاش ها داره. شواهد مستقیم این موضوع که این ویروس از چه حیوانی آمده به درستی روشن نیست، و حتی اگر از خفاش ها آمده باشه، این طور خبیث و خطرناک جلوه دادن حیوانات به نظر من غلطه، در حالی که میدانیم مقصر انسان است و این رفتار انسانه که باعث این وضع شده، نه گناه حیات وحش. به گفته دکتر جونز، وقتی حیوانات مختلف با قفسهایی که روی هم چیده شدن در بازار نگهداری یا مبادله میشن، شرایط کاملا مساعدی برای مخلوط شدن عوامل بیماریزا پدید میاد. شواهدی که تازه ظاهر شده حاکیست که شاید این ویروس ابتدا از خفاش به یک پستاندار دیگه و بعد به انسان منتقل شده باشه.
هرچند هنوز نمیتوان روی یک گونه خاص انگشت گذاشت، اما گزارش هایی درباره نقش مورچه خوار پولکدار در این مورد وجود داره. این حیوانات در بالای فهرست حیواناتی قرار دارند که مبادله و تجارت میشن و با توجه به حضور آنها در خیلی از بازارها احتمال آنکه در انتقال ویروس نقش داشته باشن وجود داره، چون لازمه درک کنیم رفتار ما چطور بر شیوع این بیماری و جمعیت جانوران میزبان اثر میذاره. یعنی اگه درک نکنیم که حیوانات میزبان عوامل بیماریزا چطور به تغییرات محیطی، مثلا تغییرات اقلیمی یا تغییرات اکولوژیکی مانند جنگل زدایی یا شکار واکنش نشان میدن، نمیتونیم واکنش عوامل بیماریزا و سناریوهای احتمالی آینده رو پیش بینی کنیم. دکتر کیت جونز از دانشگاه کالج لندن بود. نشون میده که مصرف الکل میتونه تأثیر جدی بر سلامتی نه فقط بر کبد بلکه سایر اعضای بدن از جمله مغز داشته باشه. البته پرهیز کامل از الکل یک راه چار است، اما دیوید نات استاد نوروسایکوفارماکولوژی یا تأثیر ترکیبات شیمیایی بر مغز و روان انسان در دانشگاه امپریال کالج لندن در کتاب نوشیدن علم جدید الکل و سلامتی استدلال میکنه که میشه راهی میانه رو در پیش بگیریم، به طوری که هر فرد شخصاً در مورد ایجاد توازن بین آثار منفی الکل و لذاتش تصمیم بگیره. او میگه که الکل بعد از سیگار دومین عامل بزرگ مرگ در جهانه. تنباکو سالانه باعث مرگ حدود 6 میلیون نفر میشه و الکل هر سال جان 3.5 میلیون نفر رو میگیره. بگذارید از تأثیر آن در محل ورود به بدن شروع کنیم، یعنی سرطان دهان، سرطان معده، سرطان کبد، سیروز کبدی، بیماری قلبی و فشار خون بالا، همه از عوارض الکل هستند. باید بدانیم که فشار خون بالا و سکته مغزی در اثر مصرف زیاد الکل باعث مرگ بیشتری از سیروز کبدی می شود که آن هم ناشی از مصرف نوشیدنی های الکلی است. به علاوه بقیده ما الکل عامل اصلی فشار خون بالاست. او همچنین به عوارض مصرف زیاد الکل برای مغز و روان و از دست رفتن حافظه اشاره میکنه. برای نمونه الکل احتمالاً تنها عامل پیشگیری از خردسودگی است. برآورد میشود که تا 1/4 کسانی که در سنین پایین‌تر یعنی قبل از 70 سالگی دچار زوال قوای فکری میشوند به دلیل مصرف الکل باشد. اما بدتر از آن این که الکل منجر به مهار گسیختگی می شود. مردم به خاطر آن به زندان می افتند. زندگی زناشویشان از هم می پاشد یا با دیگران درگیری فیزیکی پیدا می کند. به گفتی او اسکن مغز نشون می ده که الکل خسارت بارترین ماده برای مغزه. دکتر نات استدلال می کنه که علی‌رغم این ضررها هر شخص باید خودش در مورد سود و زیان نوشیدن الکل تصمیم بگیره، چون عملا می‌بینیم که در کشورهای غربی بیش از 80% مردم برای لذت و حس آرامشی که ایجاد می‌کنه الکل مصرف می‌کنن. او میگه در کتابش سعی داره به مردم آموزش بده که چطور حداکثر بهره رو از مقدار متعادلی نوشیدنی الکلی ببرن. البته هستند کسانی که الکل هرگز براشون چیز سالم و ایمنی نیست، چون به مصرف بیش از حد اون تمایل پیدا می کنند. در واقع سه نوع آسیب پذیری شخصی وجود دارد. یکی مربوط به زمانی است که برای مقابله با نوعی فشار شدید روانی مثل اضطراب یا افسردگی الکل مصرف می کنید. دومی مربوط به دمدمی مزاج بودن و عدم توانایی کنترل رفتار است، مثل وقتی که دیگران مست می شوند شما هم بی اختیار می خواهید مست کنید. گروه سوم هم کسانی هستند که وقتی الکل می نوشند مغزشان طوری دستخوش قرار می گیرد که فکر می کنند حالشان تازه خوب و میزان شده. دکتر نات میگه که دانشمندان به دنبال راههایی برای تهیه مشروبهایی هستند که می تونه تا حدودی باعث احساس آرامش بشه بدون اون که مستی بیاره. به گفتی او رسیدن به این ترکیب از نظر علمی ممکنه، یعنی اون دسته از مکانیزم‌های مغزی که باید برای ایجاد این حالت هدف گرفته بشن شناسایی شدن، اما این کار از نظر فنی مشکله. با این حال به گفتی او دانشمندان مولکول‌هایی ساختن که آماده تست بر انسان هستن. و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم. تا هفته آینده روزهای خوشی براتون آرزو می‌کنم.
سپاسگزارم که تا این لحظه بینندگان و شنوندگان عزیز با ما همراه بودید. پخش تلویزیونی این برنامه تا لحظات دیگر به پایان خواهد رسید، اما برنامه چشم انداز بامدادی همچنان تا ساعت 9 صبح به وقت تهران و 10 صبح به وقت کابل و 10:30 دقیقه بامداد به وقت دوشنبه در تاجیکستان ادامه خواهد داشت. از لحظات دیگر پخش برنامه‌های ما از طریق فرستنده‌های اف ام ما در سراسر افغانستان هم آغاز خواهد شد. چمند این برنامه میتونید از طریق رادیو هم باشید، موج متوسط 1413 کیلوهرتز و امواج کوتاه 13 25 و 31 متر. مینا جوشغانی تهیه کننده این برنامه بود. من علی همدانی هستم. تا بعد، اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.